هرات از جمله کلان شهرهای کشور است که نام آن با آبده‌های تاریخی و ساحات باستانی گره خورده است. مکانهایی که طی 6 ماه اخیر میزبان هزاران توریست داخلی و خارجی بوده است. به مناسبت روز جهانی توریست، دروازه اماکن تاریخی این ولایت بر روی مردم باز شده است. اما حضور مردم خیلی پررنگ نیست. در 6 ماه نخست نزدیک به 12,000 توریست داخلی و خارجی ما در هرات باستان میزبان بودیم که این آمار خیلی خیره کننده است و نسبت به سنوات اخیر بی سابقه است و هنوز هم روزانه ما توریستان خارجی و داخلی از سر تا سر افغانستان به خاطر زیبایی‌های هرات باستان، اماکن مذهبی و جاذبه‌های توریستی و خاص و ویژه گردشگری می داشته باشه ما شاهد هستیم. هرچند که ریاست اطلاعات فرهنگ هرات آمار درشتی از توریست های داخلی و خارجی تا 6 ماه اخیر ارائه می کند، اما باشندگان این ولایت توقع دارند تا به خاطر رشد صنعت گردشگری کارهای بهتر صورت بگیرد. آنها به این باورند که برای هر مکان تاریخی افراد مسلکی و آگاه استخدام شوند تا راهنماهای خوبی برای گردشگران باشند. هموطنان ما امسال نسبت به هر سال دیگه بیشتر به بامیان سفر کردن، بیشتر به مزار رفتن. چرا؟ چون امنیت بود. پس میتونیم بگیم مهمترین عواملی که میتونیم جذب توریسم بکنیم امنیته. چه توریستای داخلی چه خارجی نمایندگی از یک فرهنگ کشور میکنه، وقتی دیدن میکنه باید یک میزبانی درستی بشه، باید یک راهنمایی درستی بشه. خود دولت باید تلاش کنه، باید برنامه داشته باشند در زمینه که صنعت گردشگری در افغانستان رشد بتن و مردم هم که اعتماد داشته باشند افغانستان بیاین از آثار باستانی افغانستان دیدن کنند. با این حال مدیریت حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ هرات میگوید تنها 40% آبدها و ساحات باستانی این ولایت برای بازدید گردشگران آماده است. اما به هدف جذب توریست های خارجی نیاز است تا کارهای عملی به خاطر مرمت و حفظ آبدهای تاریخی صورت گیرد. در حد 40% بنای تاریخی در سطح شهر هرات تقریبا به طور مجانی و جز از قلعه اختیار الدین که تکت است به دسترس دید شهروندان داخلی و شهروندان خارجی که جهت بازدید از ساحات باستانی افغانستان هرات تشریف میارند قرار دارد. شهرهای مانند هرات خیلی جایگاه از این را دارند تا ما بتانیم برنامه های مدون روی دست بگیریم تا گردشگران زیادی به خود جلب کنه. مهم این است که آیا این پالیسی در دستور کار مسئولین قرار داره یا خیر. اگر خدای نکرده برنامه وجود نداشته باشه، من فکر میکنم تنها با تجلیل ما نمیتونیم موفق باشیم. آنگونه که مسئولان محلی میگویند به هدف بهبود صنعت گردشگری کار مرمت و بازسازی برخی آبدهای تاریخی شروع شده است. در حال حاضر 3 پروژه در ساحات مختلف شهر هرات زیر کار است که خشت فرش بام های مسجد جامع بزرگ و محکمکاری منار 5 از مهمترین این پروژه ها می باشد.